بینندگان عزیز سلام، امروز دوشنبه دوم ماه سرطان سال 1393 خورشیدی که برابر می شود با 23 ماه ماه جون سال 2014 میلادی و مجموعی از تازه‌ترین خبرهای غزنی، افغانستان و جهان تا این ساعت. خوش آمدید. در نخست سرخط چند خبر: زخمی شدن فرمانده کندک شعارهای فرماندهی پلیس غزنی بر اثر انفجار ماین. آزادی تمامی استادان و دانشجویان گروگان گرفته شده از سوی طالبان در غزنی. جان باختن 7 سرباز ارتش ملی بر اثر انفجار ماین. و هدف قرار گرفتن نقاط نظامی سوریه از سوی اسرائیل. حال هم مشروع خبرها گوینده توریال افغان. بسم الله الرحمن الرحیم. انفجار ماین شهر غزنی را تکان داد. بر اثر انفجار ماین در مربوطات حوزه سوم امنیتی پلیس شهر غزنی، دو تن و شمول یک فرمانده کندک شاهراه پلیس غزنی و یک محافظش زخم برداشتند. جزئیات بیشتر این خبر در گزارش همکارم سروش آزادزایی. اسدالله انصافی، آمر امنیت فرماندهی پلیس غزنی، به تلویزیون غزنویان میگوید که این انفجار حوالی ساعت 10 پیش از چاشت روز دوشنبه در ساحه نوابادهای اربابا صاحب واقع در مربوطات حوزه سوم امنیتی پلیس شهر غزنی به وقوع پیوست که در نتیجه یکی از فرماندهان کندک شاهراه فرماندهی پلیس غزنی با یک محافظش زخم برداشتند. منبع می افزاید که این مقام امنیتی به گونه سطحی زخم برداشته و تحقیقات در زمینه جریان دارد. در حدود ساعت 10 بجا در کوچه اربابا اونم یک ماین جا بجا کرده بودن، موقعی که یک نفر از پلیس ما که مربوط قماندانی کندک شهرها میشه طرف خانه خود میرفته، اونم ماین البته در موتر شخصی خود بوده، موتر رنجر دولتی نبوده. 33 تن از استادان و دانشجویان دانشگاه کندهار از سوی گروه طالبان آزاد گردیدند. محمد موسی خان اکبرزاده ولی غزنی میگوید که برای رهایی گروگان‌ها بزرگان محل پادرمیانی کردند. مسئولان ولایت غزنی گفتند که دانشجویان و استادان دانشگاه کندهار که حدود 2 هفته پیش به دست گروه طالبان افتاده بودند رها شدند. محمد موسی خان اکبرزاده ولی غزنی به خبرنگاران میگوید که این دانشجویان و استادان با پادرمیانی بزرگان محلی به صلیب سرخ تحویل داده شدند. گفته می شود محلی که این گروگان ها در جریان 2 هفته گذشته نگهداری می شدند روشن نیست، اما والی غزنی گفته است که آنها در یکی از محله های غزنی به صلیب سرخ تحویل داده شده است. جاوید صاحب زاده، یکی از استادانی که در میان گروگان ها بودند، به خبرنگاران در غزنی گفت که افراد گروگان طالبان او و همراهش را در جاهای مختلف نگهداری می کردند. آقای صاحب زاده گفته است که از وضعیت 10 تن از همراهانش خبری ندارد، اما در جریان کمتر از 2 هفته گذشته با آنها رفتار نادرستی صورت نگرفته است. آقای اکبرزاده گفته است که این افراد روز گذشته اول سرطان رها شده اند. این دانشجویان و استادان در 20 جوزا 4 روز قبل از برگزاری دور دوم انتخابات ریاست جمهوری در مسیر کندهار کابل به چنگ جنگجویان گروه طالبان افتاده بودند. اما پس از چاشت روز دوشنبه، اسدالله انصافی، آمر امنیت فرماندهی پلیس غزنی، در یک تماس تلفنی به تلویزیون غزنویان بیان داشت که 10 تن باقی از این استادان و دانشجویان نیز پیش از چاشت این روز از سوی طالبان آزاد شده و به خانه هایشان رهسپار شدند. و ای می افزاید که در حال حاضر هیچ یک از این افراد در جنگ طالبان نیست و همه آنان آزاد شدند. 24 نفرش دینشاو آزاد شدند، آمدند در منازلشان مراجعت کردند، همو به اصطلاح ورثهشان، پدر و مادرش و دوستایش آمده بود و 10 نفرش که مانده بودیم صبح توسط موتر صلیب سرخ انتقال داده شد شهر غزنی، یعنی الان با آن که 3 ماه از سال تعلیمی سال 1393 خورشیدی در غزنی می گذرد، با آن هم شماره از دانش آموزان مکاتب در ولایت غزنی از کتب درسی مستفید نشدند و دروسشان را بدون کتاب به پیش می برند.
گفته می شود که شماره از دانش آموزان مکاتب مرکز با ولسوالی های ولایت غزنی در مصاحبه هایشان به تلویزیون غزنویان می گویند با آنکه کمتر از یک ماه دیگر به امتحانات چهار نیمه های سال جاری باقی مانده است، اما هنوز هم کتاب های درسی از سوی ریاست معارف برای آنان توزیع نشده است و آنان با مشکلات جدی در برابر آموزش بهتر دروس مواجه هستند. آنان میگویند که تا چند روز دیگر امتحانات چهار نیمه ها آغاز می شود، اما ریاست معارف تا هنوز هیچ توجهی به این معضل نکرده است. اما محمد عابد رئیس معارف ولایت غزنی در پاسخ به این که چرا تا هنوز کتاب ها برای دانش آموزان مکاتب ولایت غزنی توزیع نگردیده است میگوید که وزارت معارف افغانستان در سال جاری 38 میلیون جلد کتاب را چاپ کرده است، اما مشکل کار در موضوع انتقال این کتاب ها با ولایت ها و ولسوالی های ولایت ها می باشد که تا هنوز با ولایت غزنی نیز انتقال نیافته است. اما آقای عابد وعده می سپارد که این مشکل حل خواهد شد و تا چند روز دیگر این کتاب ها برای دانش آموزان مکاتب خواهند رسید. وزارت محترم معارف به تعداد 38 میلیون کتاب امسال چاپ کرده. شما در جریان هستین، امسال شما مازی وطن هستین که این کتاب را یوسایدی برای وزارت معارف چاپ کرده. قرارداد طوری شده بود که انتقال کتاب از مرکز کابل تا مرکز هر ولایت و از اونجا به ولسوالی ها مربوط هم قراردادی میشید. متاسفانه گپای سیاسی اخیر سببی شد که این کتاب ها کم به تعویق رفته. تماس هایی که در روزا ما کابل رفته بودیم و به جناب وزیر صاحب و ریاست نشرات داشتیم، مشکل آلا به صورت کلی حل شده و زودترین فرصت همین کتاب ها به غزنی مواصلت خواهد کرد. اما دیده شود که وعده های این مقام تا چند اندازه جامعه عمل خواهد پوشید و آیا این چالش تا فرا رسیدن امتحانات چهار نیم ماه که قرار است تا چند روز دیگر در ولایت غزنی آغاز شود حل خواهد شد؟ از اینکه بیننده سرویس خبری این ساعت از شبکه غزنویان بودید ممنونم. بعد شما دعوت میکنم که بیننده برنامه های بعدی ما نیز باشد. وقتتان خوش. خداوند نگهدار.